سلام، به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 22 ماه جوزای سال 1391 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 11 ماه جون سال 2012 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. متوقف شدن عملات به ناتو بر خانه های غیر نظامیان در کشور. هشدار جبهه ملی به حکومت درباره اتهام بستن بر رهبران این جبهه. با تلاش شبکه القاعده برای استخدام افرادش در غرب. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. ناتو حملات هوایی را بر خانه های غیر نظامیان در افغانستان متوقف ساخته. سخنگوی ایساف میگوید که حملات هوایی برای نابودسازی هراس افغانان در افغانستان ادامه می‌یابند، اما این حملات بر خانه های غیر نظامیان انجام نخواهند شد. و تاکید می‌ورزد که فرمانده کلونی‌های خارجی در افغانستان درباره متوقف شدن حملات بر خانه های غیر نظامیان با رئیس جمهور کرزی موافقت کرده است. حمله های هوایی نیروهای خارجی بر خانه های غیر نظامیان و رسیدن تلفات بر آنان در این حمله ها همواره هشدارهای سخت رئیس جمهور کرزی را به همراه داشتند. سرانجام به تازگی ناتو تصمیم گرفته است که پس از این حمله ها بر خانه های غیر نظامیان انجام نشوند. دیداری که جنرال جان آلن هفته گذشته با رئیس جمهور کرزی داشت، با آقای کرزی اطمینان داد که بمباران های هوایی بر خانه های غیر نظامیان متوقف خواهند شد. با این همه نگرانی های هم از بکارگیری مخالفان مسلح دولت از خانه های غیر نظامیان در حمله هایشان بر نیروهای افغان و خارجی وجود دارند. هرچند ایساف تاکید می‌ورزد که حمله های هوایی برای نابود ساختن هراس افغانان متوقف نخواهند شد. عملیات ها در برابر هراس افغانانی که در خانه های غیر نظامیان پنهان می شوند و از این خانه ها برای انجام حمله هایشان بر نیروهای ائتلاف و افغان کار می گیرند متوقف نخواهد شد و عملیات های ویژه ادامه خواهند یافت. اما اگر دیده شود که غیر نظامیان در خانه هایشان حضور دارند، حمله های هوایی در آن بخش ها صورت نخواهند گرفت. در مجموع اگر عملیات های نیروهای خارجی قطع می شود، ما نیروهای ریزرف افغان در حدی از تعلیم و تربیه و تجهیز داشته باشیم که بتانند با دست آوردن اطلاعات دقیق منطقه را حداقل خودشان عملیات بکنند و مطمئن شوند که در او ساحه طالبا وقتی متمرکز میشن یا دستگیر شوند یا نابود شوند. اگر چنین اقدامات کاملا یک جانبه قطع شود، این فرصت برای طالبا است که افغانستان را باید در کنترل داشته باشند. در این میان طالبان درباره پایان بخشیدن حمله های هوایی ناتو بر خانه های غیر نظامیان بی باور هستند. تلفات غیر نظامیان در حمله های هوایی نیروهای خارجی در کشور همواره نگرانی های دولت و مردم افغانستان را به همراه داشته است و این نیروها از این رویدادها تنها پوزش خواهی کردند. اما این نخستین بار است که فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در کار جلوگیری از حمله های ناتو بر خانه های غیر نظامیان جدی به نظر می رسد. اگر حکومت توتاچینی و بستن تهمات را بر شخصیت های سیاسی و پرنفوذ ادامه دهد، این کار پیامدهای بسیار خطرناک خواهد داشت. رئیس جبهه ملی افغانستان با تاکید بر این مطلب می گوید که حکومت می کوشد تا با بستن تهمات بر اعضای جبهه ملی جنبش های سیاسی را در کشور سرکوب کند. و حکومت را در مغشوش ساختن افکار مردم درباره جنبش های سیاسی و دموکراتیک متهم می سازد. پس از آنکه یک مقام لوئیس هارنوالی از متهم شدن جنرال عبدالرشید دوستم به خیانت ملی از سوی شورای امنیت ملی خبر داد، رئیس جبهه ملی افغانستان در یک نشست خبری به روز دوشنبه تاکید می‌ورزد که حکومت برای مغشوش ساختن افکار مردم در پی بستن اتهام های بی‌بنیاد بر اعضای این جبهه است. خیانت ملی را خود کسایی کرد که 900 میلیون دلار از کابل بان دزدی کردند. خیانت ملی را کسایی کرد که زمینای وزارت دفاع را در ولایت قندهار شهرکای شخصی جور کردند و فعلا به خاطر پولش با هم زد و خورد هستند. خیانت ملی را کسایی کرد که فابریکه سمنت غوری را در مطابقت با شرطنامه وزارت معدن عملی نکردن و از او قرارداد سرباز زدن.
آقای مسعود اتهام های تجزیه طلبی را که بر جبهه ملی زده شده نیز رد میکند و میگوید که حکومت خود در تلاش تجزیه کردن افغانستان است. ما نه تجزیه طلب هستیم، نه خائن ملی هستیم، درست، و نه با خارجی ارتباط داریم. خارجی ها را خود دستر ملی تانک روسا کی آمد در افغانستان حکومت حاکمیت سیاسی را گرفت؟ در هلیکوپترهای امریکایی کی در خاک افغانستان پایین شد قدرت سیاسی را گرفت؟ ما خو بچه های نوی مرزم بوده، ما خو از اینجا دفاع میکرده. ما خو نه در هلیکوپتر خارجی و نه در تانک خارجی داخل افغانستان شده. در همین حال جبهه ملی افغانستان با صدور اعلامیه هفت ماده ای میگوید که حکومت بخش از دارایی های ملی را به ترور فیزیکی و شخصیتی رهبران جبهه ملی اختصاص داده است. مردم افغانستان و آگاهان کشور هنوز فراموش نکردند که چند سال پیش گروهی از اعضای ولسی جرگه که به رهبری شهید کاظمی برای نظارت از چگونگی قرارداد مرموز فابریکه قند ولایت بغلان رفته بودند و بغلان با چه سرنوشت تراژیک و غم انگیز مواجه شدند. قراردادی که از آن تنها اعضای خانواده و نزدیکان رئیس جمهور نفع بردند. در بخش از اعلامیه جبهه ملی آمده است که با زدن چنین اتهامات حکومت در پی نگه داشتن دارایی های ملی نیست، بل در تلاش حفظ منافع ملی برخی از شریکان و اعضای همسو با خانواده های اراکین بلندپایه نظام است که در پروژه ها شریک هستند. فرانسه در کار مبارزه با هراس افغانی به تعهداتش پابند است. وزیر دفاع فرانسه که پس از کشته شدن 4 سرباز فرانسوی در یک سفر نامنتظر به کابل آمده است، با ابراز این مطلب میگوید که سربازان این کشور بر بنیاد توافق‌های پیشین تا پایان سال 2012 میلادی از افغانستان خارج می شوند. وزیر دفاع فرانسه می گوید که پاریس بر بنیاد سند راهبردی میان افغانستان و فرانسه پس از سال 2014 میلادی نیز در آموزش و تقویت ارتش افغانستان همکاری می کند. وزیر دفاع فرانسه که با رئیس ستاد مشترک و فرمانده کل ارتش کشورش به کابل آمده است می گوید جسدهای 4 سرباز فرانسوی که به روز شنبه در یک حمله انتحاری از سوی طالبان در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا کشته شدند و فرانسه فرستاده شده اند. او میگوید از 5 سرباز دیگر این نیروها که در این رویداد زخم برداشتند دیدن کرده است. وزیر دفاع فرانسه در برابر پرسش طلوع نیوز که خروج سربازان فرانسوی از افغانستان نشان دهنده نادیده گرفتن تعهدات فرانسه در کار مبارزه با هراس افغانی نیست میگوید Nous sommes engagés ici en 2001. نمی توانید بگویید که این نشانه ای از نادیده گرفتن تعهدات ما در کار مبارزه با هراس افغانی است. ما سال 2001 به این سو به گونه جدی در این زمینه عمل کرده ایم. من احساس می کنم ما با این ماموریت کاملا متعهد هستیم و باور من حضور ما در افغانستان نیرومند، مهم و با کیفیت عالی است. اکنون روند انتقال آغاز شده است که بر بنیاد آن افغانستان باید بر پا بیستد. این تصمیمی بود که در سال 2010 میلادی در نشست لیزبون گرفته شد و بر بنیاد آن روند انتقال مرحله وار به اجرا گذاشته شده است و ما نیز بر بنیاد آن عمل میکنیم. برخی از کشورها از این ماموریت خارج شدند و برخی هم در حال ترک گفتن آن هستند. گفتنی است که وزیر دفاع فرانسه از ادامه همکاری های کشورش در کار آموزش نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی سخن میگوید. اما در باره تعهدات ما در زمینه همکاری با نیروهای مسلح افغان با آموزش این نیروها، بله، فرانسه به آن متعهد است و ما اینجا خواهیم بود. ما نخست در چارچوب نیروهای ائتلاف در افغانستان حضور داشتیم و پس از سال 2014 بر بنیاد سند همکاری های راهبردی به این همکاری ها ادامه می دهیم و من در این باره با رئیس جمهور کرزی گفتگو کردم. وزیر دفاع فرانسه یک بار دیگر بر برگشت ناپذیری روند انتقال که زمینه را برای تحکیم حاکمیت ملی در افغانستان آماده می سازد تاکید می ورزد. وزیر دفاع فرانسه می گوید سند همکاری های راهبردی که از سوی رئیس جمهور کرزی و نیکولا سارکوزی امضا شده است به زودی به پارلمان تازه فرانسه فرستاده خواهد شد و فرانسه بر تعهداتش در پیوند با این سند راهبردی پایبند است. این استرات در حال صورت میگیرند که شمار از اعضای کنگرس امریکا پیروزی واشنگتن را در جنگ افغانستان کار دشوار میدانند. این قانونگذاران امریکایی تلاشهای مشترک را برای پایان بخشیدن زود هنگام جنگ در این کشور آغاز کردند و میگویند که دیگر علت برای ادامه جنگ در افغانستان وجود ندارد. والتر جان یکی از قانونگذاران امریکایی رئیس جمهور کرزی را یک رهبر فاسد میداند، اما محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی هر گونه اتهام را و خانواده رئیس جمهور کرزی کار گروهی از دموکرات هایی می داند که مخالف حضور غرب در افغانستان هستند.
تلاش های مشترک شماری از اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا برای پایان زودنگام جنگ در افغانستان. نه قانونگذار ایالات متحده آمریکا پیروزی واشنگتن را در جنگ افغانستان دشوار می دانند. جنگی که ما آن را ادامه می دهیم هیچگاهی در آن پیروز نخواهیم شد و دلیل برای ادامه این جنگ وجود ندارد و اعلام تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از سوی حکومت آمریکا نمایشی و ساختگی است. یکی دیگر از قانونگذاران آمریکایی میگوید که به جای مصرف میلیاردها دلار در یک ماه در جنگ افغانستان، این مقدار پول باید برای بهبود زندگی مردم آمریکا مصرف شود. رهبران ایالات متحده آمریکا به جای مصرف ده ها میلیارد دلار در ماه در جنگ افغانستان، باید این مقدار هنگفت پول را برای بهبود زندگی مردم آمریکا به مصرف برسانند. من نمی دانم چرا شهروندان آمریکا در اعتراض به جنگ افغانستان به جاده ها نمی ریزند. زیرا مردان و زنان آمریکایی برای پشتیبانی حکومت رئیس جمهور کرزی که یک رهبر فاسد است، جانهایشان را از دست می دهند. اما ریاست جمهوری درباره گفته های این اعضای کنگرس ایالات متحده آمریکا به گفته های اخیر رئیس جمهور کرزی که به مجله تایم گفته است اکتفا می کند. خب این به سود امریکاست. اگر ایالات متحده امریکا منافع در این منطقه و در پیکار با هراس افغانی دارد و برای برآورده شدن منافعش افغانستان برایش مهم است، پس آنان مجبور هستند تا افغانستان را برای ما بسازند. این مربوط به امریکایان می شود، ما آنان را مجبور نمی کنیم تا این کار را بکنند. امریکایان چیزی از ما می خواهند و در مقابل ما نیز خواهند چیزی از آنان هستیم. این یک معامله داد و گرفت است. در همین حال محمود کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، هرگونه اتهام را بر رئیس جمهور کرزی کار گروهی از دموکرات‌های آمریکایی می‌داند که مخالف حضور غرب در افغانستان هستند. رایزن جزوی یک گروهی است که در آمریکا کنای چپیای افراطی میگن که نه از حزب دموکرات هستند. اینا اصلاً از روز اول مبارزه آمریکا را بر ضد تروریسم در افغانستان قبول نمی‌کردند. و اینا حالی هم میخواهند که غرب از افغانستان برایه و متوجه امریکا باشه. اینا اصلا مخالفی بودن غرب در افغانستان است. پس تمام حملاتش به نام فساد سر فامیل ماست. با این همه تنها قانونگذاران امریکایی نیستند که از راهبرد کنونی واشنگتن در افغانستان انتقاد میکنند. پیش از این جنرال پیتر فولر که ماموریت آموزشی نیروهای ناتو را در افغانستان داشت، سال گذشته پس از آن از وظیفه‌اش برکنار شد که گفته های رئیس جمهور کرزی را درباره این که در جنگ میان پاکستان و آمریکا از پاکستان حمایت خواهد کرد سخت انتقاد کرد. سازمان ملل متحد مقام صندوق اعتباری پلیس افغانستان را برکنار کرد. سخنگوی برنامه‌های توسعه سازمان ملل میگوید پس از آن که گزارش‌ها درباره کار آمخته با فساد در مصرف میلیون‌ها دلار در نهاد صندوق اعتباری پلیس افغانستان پخش شدند، سازمان ملل در نخستین گام سه مقام این نهاد را از وظایفشان برکنار کرد. در این حال وی تاکید می‌ورزد که اطلاع رسمی و یا غیر رسمی درباره قطع کمک‌های اتحادیه اروپا به پلیس ملی افغان ندارند. از سوی هم وزارت امور داخله ادامه این کمک ها را برای افزایش ظرفیت پلیس ملی بسیار اثرگذار می داند. وجود فساد در چگونگی به مصرف رسانیدن میلیون ها دلار در نهاد صندوق اعتباری پلیس سبب شد تا سه مقام این نهاد از کارهایشان کنار زده شوند. گفته می شود که در میان این مقام ها معاون صندوق اعتباری پلیس و مسئول مالی نهاد نیز شامل هستند. به نظر می رسد که سازمان ملل متحد وجود فساد را در این نهاد پذیرفتنی نمی داند. برنامه سازمان ملل متحد یا UNDP در افغانستان کوچکترین تحمل در زمینه فساد در برنامه هاش و در تمام او پروژه هایی که از طریق پولی سازمان تطبیق می شود در افغانستان نمی پذیره و برش قابل تحمل نیست. پیشتر بارها از قطع کمک های اتحادیه اروپا به پلیس ملی گزارش شدند. کمک هایی که بیشتر در بخش آموزش پلیس به مصرف می رسند. هنوز بر ما در رابطه با قطع کمک با هیچ یک از برنامه ما از طرف هیچ یک از تمویل کننده اطلاع رسمی داده نشده. به نظر می رسد که پلیس ملی به ادامه کمک های اتحادیه اروپا هنوز هم نیازمند است. در مجموع انسجام کمک ها به خصوص توسط صندوق وجهی سازمان ملل متحد بر رشد پلیس کاملا مؤثر بوده و هر اقدام در بهبود این امور
بر ما قابل قبول و مورد استقبال ما قرار می گیرم. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن کمک کنندگان اصلی این برنامه پلیس افغانستان هستند. کمک های اتحادیه اروپا از سوی سازمان ملل متحد به پیش برده می شوند. از این نوع بیشتر اتهام ها هم به چگونگی کار سازمان ملل پیوند خوردند. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. ایران معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به مشکل تراشی در کار از سرگیری گفتگاه هسته‌ای میان این کشور و گروه پنج به اضافه یک متهم می کند. در حالی که دور تازه گفتگاه برای حل مسئله هسته‌ای ایران میان این کشور و گروه پنج به اضافه یک هفته آینده در مسکو برگزار می شود، یک مقام ایرانی می گوید که هماهنگ کننده گفتگاه ها و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در فراهم کردن زمینه این گفتگاه ها سهلنگاری می کند. قرار است دور بعدی گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به اضافه یک به روزهای 29 و 30 ماه جوزا در مسکو برگزار شوند. اما در آستانه این گفتگوها، علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با فرستادن نامه به حلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وی را به نداشتن آمادگی در فراهم کردن زمینه گفتگوهای هسته‌ای در مسکو متهم میکند. علی باقری از سوی ایران و بانو الگا اشمید از سوی گروه پنج به اضافه یک به حیث هماهنگ کننده گفتگوهای هسته‌ای در مسکو برگزیده شدند. آقای باقری هشدار می‌دهد در صورتی که آمادگی‌ها برای نشست مسکو به گونه درست گرفته نشوند، هیچ تضمینی برای موفقیت این نشست وجود نخواهد داشت. همزمان با این، وزیر خارجه روسیه می‌خواهد تا در یک سفر رسمی به روز چهارشنبه به تهران برود. سرگی لاوروف می‌گوید که وی می‌خواهد در دیدارش با مقام‌های ایرانی افزون بر مسائل هسته‌ای تهران، اوضاع خاورمیانه، به ویژه بحران سوریه و نیز شمال آفریقا را به بحث گیرد. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. القاعده در تلاش استخدام افراد در غرب است. مقام های امریکایی میگویند که شاخه القاعده در یمن با آغاز یک برنامه تبلیغاتی در اینترنت میخواهد تا در کشورهای غربی به خود هواداران را جذب کند. این مقام ها هدف از این تصمیم تازه القاعده را فراهم کردن زمینه حمله بر امریکا و کشورهای غربی دیگر میدانند. انفجار در ایالت بلوچستان پاکستان 6 کشته و 50 زخمی بر جا گذاشت. مقام های پلیس پاکستان میگویند که این رویداد در نزدیک یک موتر مسافربری رخ داده است و همه قربانیان آن غیر نظامیانند. تا کنون روشن نیست که آیا این رویداد برخواسته از ماین کنار جاده بوده است و یا هم مواد انفجاری جاسازی شده در این موتر. پلیس در شهر مسکو خانه های چندین رهبر مخالف حکومت این کشور را تلاشی کردند. در حالی که احزاب مخالف برای یک گرد همایی بزرگ بر ضد حکومت ولادیمیر پوتین در روسیه آمادگی میگیرند، طراحان این گرد همایی میگویند که پلیس شهر مسکو خانه هایشان را نخست تلاشی کردند و سپس بخشی از اسناد شخصی آنان را با خود بردند. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتون میشه. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. لوای خاص محافظت از معادن امنیت معادن کشور را تأمین خواهد کرد. وزارت معادن میگوید بر بنیاد تفاهمی که پیش از این با وزارت امور داخله صورت گرفته است، قرار است این لوا با 7000 نیروی پلیس در اطراف معادن کشور برای تأمین امنیت جابجا شوند. اما وزارت امور داخله میگوید که با ایجاد معاونیت حفاظت عامه، تأمین امنیت تمامی پروژه بزرگ از سوی همین معاونیت گرفته می شود. با آنکه به تازگی آوازهایی وجود دارند که در شمال کشور از استخراج نفت و گاز جلوگیری می شود، اما وزارت معادن می گوید که گذشته از تصمیم برای ایجاد لوای خاص معادن در چوکات وزارت امور داخله، معاونیت حفاظت عامه وجود دارد که می تواند تا سال 2015 و افزایش ظرفیت آن به 30000 نیرو مسئولیت امنیت معادن را به عهده گیرد. در چوکات وزارت محترم امور داخله معاونیت حفاظت از تاسیسات عامه وجود دارد و قرار است که سربازایی بخشم تا سال 2015
2015 به کمیت 30,000 نفر برسه که اینا مسئولیت تامین امنیت تاسات ما و مادر را به عهده خود داشتند. در این حال وزارت امور داخله میگوید که در حال حاضر بیش از 5,000 نیروی محافظت عامه برای تامین امنیت پروژه های بزرگ موظف هستند. موینیت را ما ایجاد کردیم به نام محافظت عامه و یا تصدی امنیتی دولتی که نه در بدل یا خدمات امنیتی را برای نهادهای حکومتی و نهادهای دولتی ارائه میکنه و ایجاد و منطق ایجاد محافظت عامه امی است که باید پروژه های ما تامین امنیت شود تا مسئله استخراج معادن ما تصریح شود و در این زمان پروژه های بزرگ عمل منفعه ما اکمال شود و کار بالایشان به شکل درست و آن صورت بگیره. این گفته ها در حال ابراز می شوند که ریاست جمهوری با پخش خبرنامه به وزارت امور داخله وظیفه سپرده است تا 300 تن از نیروهای امنیتی مجهز با وسایل لازم را به طور عاجل برای تامین امنیت ساحه پروژه استخراج نفت حوزه نفتی آمودریا را در تفاهم با وزارت معادن جابجا نماید و پس از آغاز نیمه سال جاری این تعداد را به 450 تن افزایش دهد. جمع‌آوری پسته پیش از زمان تعیین شده آن شهرت پسته افغانستان را در بازارهای جهانی صدمه زده است. ریاست زراعت بادغیس میگوید که مثلا شمار زیاد از باشندگان حوزه غرب کشور با جنگل‌های پسته این ولایت هجوم می‌آورند و پسته را پیش از پخته شدن گردآوری می‌کنند. این ریاست خوان تلاش‌های بیشتر نیروی امنیتی برای جلوگیری از هجوم مردم به جنگل‌های پسته است. با این هم قیمت بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 50 افغانی و 55 پول، یک یورو 63 افغانی و 60 پول، یک درهم مرا 13 افغانی و 60 پول، ازور روپیه هندی 925 افغانی، ازور تومان ایرانی 27 افغانی و 90 پول و ازور روپیه پاکستانی 531 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتون می‌کنم. سلام، توجه کنید به چند رویداد ورزشی. افغانستان با مقام سوم رقابت‌های آسیایی سامبو کرش دست یافت. در پایان رقابت‌ها افغانستان با به دست آوردن دو مدال طلا، 22 نقره و 8 برنز پس از کازاخستان و ازبکستان در مکان سوم ایستاد. مدال‌های طلای رقابت‌ها را الیاس امینیار و زکی محسن به نام افغانستان رقم زدند. در این رقابت‌ها با نمایندگی از افغانستان 36 ورزشکار، 4 مربی، 1 ناظر و 1 پزشک شرکت کرده بودند. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 36 کشور آسیایی در تاشکند برگزار شده بودند و 4 روز ادامه داشتند. تیم ملی تکواندوی ITF مقام دوم را در دومین در رقابت‌های جهانی تکواندوی هند به دست آورد. در این رقابت‌ها افغانستان با 7 مدال طلا، 7 نقره و 3 برنز پس از هند دوم شد و نیپال در جایگاه سوم ایستاد. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران افغانستان، هند، بنگلادش و نیپال با میزبانی هند برگزار شده بودند و دو روز ادامه داشتند. در این رقابت‌ها به نمایندگی از افغانستان 15 مبارز و 1 مربی شرکت کرده بودند. رقابت‌های انتخاباتی والیبال دانشگاه تعلیم و تربیه امروز در تالار ورزشی دانشگاه آغاز شدند. هدف برگزار رقابت‌ها شناسایی 18 چهره برتر برای حضور در تیم منتخب والیبال دانشگاه گفته شده است. در رقابت‌های 7 روزه 8 تیم از دانشکده‌های دانشگاه تعلیم و تربیه شرکت. و اینکه رقابت‌های قهرمانی فوتبال در ولایت لوگر با قهرمانی تیم صنایع پایان یافتند. در فرجامین اداره رقابت‌ها صنایع 4-1 جوانان حصارک را شکست داد و قهرمان شد. این رقابت‌ها با حضور 12 تیم در میدان ورزشی پل علم ولایت لوگر برگزار شده بودند و دو هفته ادامه داشتند. اکنون توجه کنید به چگونگی هوای فردا. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31 و پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38 و پایین‌ترین 22. کندهار آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39 و پایین‌ترین 20. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43 و پایین‌ترین 26.
و سرانجام در شهر هرات آسمان نیم آفتابی بلندترین درجه حرارت 35 و پایین‌ترین 22. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.